بلد نبودن و نیستن. آقایون، استان خوزستان 27 شهرستان بزرگ داره. اگه 27 تا امام جمعه‌ای که دارن، اون تریبونش که از بیت الماله، از جیب من شماها در اختیار گرفته، پول نان شبش از بیت الماله، اگر از درد هفته پی میگه نونش حرامه، چون تریبون مال مردمه. اگه اون، من میدونم این 27 امام جمعه هم بیاد توی تجمع هفته پی نمیتونن کاری کنن، چون مواجه با یه فساد سیستماتیک هستیم. فساد سیستماتیک یعنی چه؟ یعنی اسدبک از شهرستان بگیر تا استان، فساد، رشوه، ارتشا به اینها داده، ساکتشون کرده مسئولینو، به کشور کشونده این فسادو، مسئولین کشوری رو به فساد کشونده. اینو میگن فساد سیستماتیک. مدام میگن ما فساد موردی داریم. نه خیر، کشور دوچار فساد سیستماتیک شده. این 27 امام جمعه هم اگه بیان وسط ما نمیتونن کاری کنن، زورشون به اسد بیگ نمیره. فقط و فقط با اتحاد خودتون میتونیم کاری کنیم و هفتفه رو نجات بدیم. اینها قصد جون ما رو دارن آقایون، میخوان خودمون بترسیم، عقب بکشیم، اعتصاب بشکنن، نه حقوق بدن نه تعیین تکلیف کنن. هفتفه رو میخوان استخون لای زخم بذارن، نمیخوان درمون کنن. دیگه زخم ناسور شده آقایونین، زخمی که غیر قابل درمانه. آقا بحث نکنید بچه ها، بذار رد بشه، حواستون پرد نشه. آقایون، کارگر هفتفه منافع جمعی اولویت داره براش و منافع شخصی و فردی رو کنار بذارید. اگر حراستی ها منافع شخصی، مشکل شخصی دارن، به هم ضربه نزنن به نیشکر هفتپه، حفاظت کنن از هفتپه. فلان شد سرپرست، او شد رئیس، من نشدم. آقایون حفاظت کنید، مراقبت کنید از هفتپه، این منافع فردیتون رو کنار بذارید. آقایون حراستی ها، ما اینجا اعتصاب میکنیم، شما اونجا حفاظت کنید، خواهش میکنم.